من به عنوان یک گزارشگر سالها به سراسر خاورمیانه سفر کردم. این منطقه‌ایه که همواره منو شیفته خودش کرده. اما من در رابطه با کارم بیشتر به مناطق جنگی رفتم و بحران‌ها و تراژدی‌های اونو بررسی کردم. این سفر که منو به جاده ابریشم می‌بره و من ردپای مارکوپولو رو دنبال می‌کنم، برام فرصتیه تا اهمیت تاریخ و فرهنگ این بخش از دنیا و همچنین آمیزه‌ای از انسان‌ها و تمدن‌های باستانی رو کشف کنم که نقش بسیاری در فرهنگ و تمدن ما داشتن. جاده ابریشم، لیکیان، چین. لانزو روی رودخانه زرد. ایالت گنسو روی مسیر اصلی جاده ابریشم باستانی واقع شده، جایی که این ایالت از میان سبززارهای مغولستان و فلات وسیع تبت میگذره تا به چین سرزمین هان برسه. در مرکز این ایالت پارک زمینشناختی زنگیجیه واقع شده که از جهت شکل‌گیری‌های زمینشناختی، توده‌های ماس سنگ و خطوط رنگارنگش معروفه. این پارک گردشگران را از سراسر جمهوری خلق چین به سوی خودش جلب می‌کنه. چین علاوه بر پرجمعیت‌ترین کشور جهان، یکی از بزرگترین کشورهای دنیا هم هست و 9.5 میلیون کیلومتر مربع وسعت داره که 15 برابر کشور فرانسه است. از نظر تاریخی چینی‌ها همیشه خودشون رو در مرکز دنیا تصور می‌کردن و همین امر که نامی رو که بر کشور خودشون نهادن توجیه می‌کنه، امپراتوری میانی. به این امپراتوری باید دسترسی پیدا کرد. از سرزمین‌های وی یوان آسیای مرکزی کاروان‌ها می‌بایست 1000 کیلومتر به طرف شرق برن تا سرانجام به چین برسن. این مسیر جاده ابریشم کوریدور هکسی نامیده میشه. دنبال کردن این مسیر از دونهوان تا حدودی شبیه سفر کردن از دنیای بربرها یعنی غرب به امپراتوری چینه. چین چندین بار در طول تاریخ خودش این دروازه ها رو بسته. امپراتوری میانی که پشت دیوار بزرگ پناه می گرفت، ترجیح می داد درون نگر و خودکفا زندگی کنه. سپس در قرن بعدی این کشور یک بار دیگه دروازه های خودش رو به روی دنیا و اندیشه های نوین باز می کنه. قرن ها توسعه و گسترش، قرن ها تنزل و انقباض. این حرکت نوسانی طی 4000 سال گذشته تاریخ چین رو رقم زده. امپراتوری میانه صدها سال، البته اگر نگیم هزاران سال، داوطلبان خودش رو از دنیا منزوی کرد، اما این دوران به درستی و واقعا به پایان رسیده. وقتی اینو میبینید متوجه میشید که چینیا به گفتگوی بین فرهنگا معتقدن. روبرو شدن با بنای یادبود و احترام و قدرشناسی از لژیونرهای رومی بسیار تاثیرگذاره. یک سرباز رومی به یک سرباز چینی با سلام مخصوص کاراتاکاها خوش آمد میگه. این رویارویی ممکنه نامتجانس به نظر برسه، اما 2000 سال تاریخ جاده ابریشم رو عینیت میبخشه. نیهاو. در واقع توجیهی که ورای این مجسمه نهفته به آغاز مسیر کاروان جاده ابریشم اشاره داره، یعنی زمانی که رومیان پس از بدترین شکست تاریخ خود ابریشم رو کشف کردند. طی قرن اول قبل از میلاد کراسوس پسر ترینویر به موفقیت‌های رقبای خود جولیوس سزار و پومپئی حسادت می‌ورزید. به همین دلیل تصمیم گرفت آسیای صغیر رو به تصرف خودش در بیاره، اما از لشکریان امپراتوری اشکانی شکست خورد. این نبرد کارهایی بود که در سال 53 قبل از میلاد رخ داد. اشکانیان سپاهیان مغلوب روم رو به آن سوی امپراتوری تبعید کردند و در اونجا اسرای رومی این بار درگیر جنگ دیگه با چینی ها شدند، اما بازم شکست خوردن و چینی ها اونا رو به مناطق دورتری در شرق تبعید کردند. در اساطیر اومده که اونها سرانجام اینجا در لیکیان ساکن شدند. روستاییانی که اینجا اصلا رنگ چشم‌ها و موهاشون به میزان قابل توجهی روشن‌تر از اکثر اهالی چینه. اونا خودشون رو بازماندگان سربازان گمشده کراسوس میدونن. آیا بزرگ شدن یک بچه موبور اینجا در چین با مشکلاتی همراهه، یا شما مثل بقیه بچه‌های روستا بودین و بزرگ شدین؟ وقتی کوچک بودیم، یعنی وقتی مدرسه میرفتیم، توجه همه رو جلب می‌کردیم. گاهی همکلاسی‌های ما یه اسمایی روی ما می‌ذاشتن، مثلا ما رو چشمابی یا حتی غریبه صدا می‌زدن. اونا به ما میگفتن خارجی، به ما میگفتن انگلیسی.
همیشه ما رو مسخره میکردن. اونا به ما میگفتن آهای موبور، انگار این یه نوع بیماری بود. سایر بچه ها ما رو مسخره میکردن. وقتی ناراحت میشدن به هم میگفتن چرا تو شکل میمونای بوری. واقعا هیچ کس نمیخواست با ما بازی کنه و این مسئله ما رو عصبانی میکرد. خلاصه اینطوری بود. آزمایش های دی ان ای که اخیراً انجام شده وجود ژن های هند اروپایی رو در لیکیان به اثبات رسونده، اما چیزی ثابت نمیکنه که این ژن ها از سربازان کراسوس به ارث رسیدن. ممکنه به جمعیت سیبری مربوط باشه یا صرفاً به دلیل آموزش با افرادی باشه که به طرف جاده ابریشم کشیده میشدن. در روستای قدیمی لیکیان نسبت افرادی که چشم روشن و موهای نرم و بور داشتن نسبت به کل جمعیت چطور بود؟ در روستای قدیمی لیکیان کمی بیشتر از 350 نفر زندگی میکردن که حدود 50-60% اونا نشانه‌های شبیه قفقازی ها داشتن. مثلا دماغ عقابی شکل، موی بور یا پوست سفید. در بیش از 100 نفر این نشانه‌ها دیده میشد. اگه شما حق انتخاب داشتید، یعنی اگه میتونستین بچه‌ها یا نوادهاتون انتخاب کنید، ترجیح میدادین اونا مثل ساکنان قدیمی لیکیان بور متولد بشن یا مثل 1,300,000,000 چینی موهای تیره رنگی داشته باشن؟ خب راستش من ترجیح میدادم اونا مثل چینی ها متولد بشن و بور نباشن. اما حرف زدن در این باره فایده ای نداره. شما چی فکر میکنید؟ امروز برای اون دسته از ما که چهرهای اروپایی داریم، مثل دماغ کشیده، پوست سفید و موی بور، مهمتر از همه اینه که همه چینی هستیم. امروز ما ثابت قدم در جای خودمون ایستادیم. ما چینی هستیم. در رابطه با قیافه ظاهری بچه ها و نوه هامون، نکته مهم اینه که اونا در روستا و در جامعه ما راضی و خوشحال هستن. مشتاقن که ببینن روستای ما و همچنین خودمون خوب روش میکنیم. دیگه چندان مهم نیست که چه شکلی هستیم. اکنون مقامات کشور علاقمندن که مفهوم و ذهنیت مربوط به این آبا و اجداد فرضی رو گسترش بدن. پسران آسمان که امپراتوران خودشون رو تا مقام الوهیت بالا می بردن، به امپراتور دیگهی که آگوستوس نام داشت و به یک خدایگان تبدیل شد، احترام میگذاشتن و او رو ستایش میکردن. اونا تا به دانجا پیش رفتن که معبدی به شکل یکی از معابد رومی ها بنا کردن تا به این اجداد خود احترام بذارن و اونا رو تکریم کنن. مهمتر این که کار ساختمان یک پارک تفریحی و یک استودیوی سینما رو هم در اون محل آغاز کردن. در اصول اعتقادی بودایی همه چیز جاودانه دوباره آغاز میشه و در لیکیان روح زفرمند لژیونرها در ساکنان کنونی منطقه تناسخ پیدا میکنه. این رومی ها دیوانه هن. و این چینی‌ها در کنار صحرای گوبی یک اردوگاه نظامی برای سربازان، یک استودیوی سینما برای نمایش فیلم‌های حماسی و تاریخی و علاوه بر اون این معبد بودایی عظیم رو به شکل یک معبد باستانی روم می‌سازن. بنابراین چه نظریه سربازان گمشده کراسوس رو قبول داشته باشید و چه اون رو رد کنید، به هر حال این نمایش عظیمی از گفتگوی میان فرهنگ‌هاست و پیام اونم روشنه. چین نوین دروازه‌های خودش رو به روی دنیا گشوده. در جنوب لیکیان پایتخت ایالت گانسو یعنی شهر لانسو قرار داره. این شهر به طول 30 کیلومتر در کرانه رودخانه زرد واقع شده که به هوانگه معروفه و شاهرگ حیاتی شمال چین رو تشکیل میده. در طول تاریخ همیشه با قایق‌های مسطح الواری از این رودخانه عبور کردن که با کیسه‌های بادکرده‌ای از پوست گوسفند و تخت‌های چوب ساخته می‌شد. بعضی از اونها هنوز مورد استفاده قرار می‌گیرن. خیلی مسخره است که خودت روی یکی از قدیمی‌ترین وسایل حمل و نقل ببینی که قدمتش به اعماق ماقبل تاریخ می‌رسه. اونم وسط یک شهر فوق مدرن که 5 میلیون نفر جمعیت داره و در همه جای اون آسانسورهای هوایی، پل و آسمان خرش دیده میشه. اینجا هیچ تردیدی در این زمینه وجود نداره. ما واقعا و به درستی در چین هستیم. همه به زبان ماندارین سخن میگن و گاهی هم مثل این افراد بازنشسته‌ای که با هم در پارک‌های عمومی دیدار میکنن، آواز میخونن تا تمرین کنن. مارکوپولو بیش از یک سال رو در لانسو گذروند و در اونجا به عنوان یک مقام عالی رتبه امپراتوری چین استخدام شده بود. او شرحی درباره سیستم معروف دوانگیان نوشته که برای آبیاری حومه شهر مورد استفاده قرار میگرفت.
علاوه بر رشد اقتصادی شهر و عظمت اون، نکته‌ای که در این شهر تکان دهنده و حیرت انگیزه بوئه. این شهر فوق‌العاده آلوده است و میشه بوی اون رو تشخیص داد. مسلماً این یکی از بزرگترین چالش‌هایی که چین با اون روبروئه، ایجاد تعادل و توازن میان رشد اقتصادی و ضرورت‌های زیست محیطی. لانسو به عنوان یک شهر صنعتی از زغال استفاده زیادی میکنه و همین امر باعث آلودگی هوا میشه و پایین‌تر رفتن سطح آب رودخانه این شرایط رو بدتر میکنه. در قسمت‌های مرتفع‌تر که از شهر مدرن دورن، میشه تعداد زیادی معبد از جمله این یکی رو دید که متعلق به مسلک و مرام تائوئیستیه. نام این معبد رو به احترام موفقیت، طول عمر و خوششانسی سه ستاره گذاشتن. راه تائو یکی از سه ستون اصلی تفکر چینیه. این مکتب برگرفته از آموزه‌های لائوزی، یکی از حکمای قرن ششم قبل از میلاده، یعنی زمانی که مورخان چینی اون رو دوره بهار و پاییز می‌نامند. نگارش کتاب راه و پرهیزگاری به لائوزی نسبت داده میشه که در قلب اصول اعتقادی تائوئیسم جای داره و ساختار اصلی اون رو سکوت عرفانی تشکیل میده و همینطور جستجوی توازن و تعادل میان اصول متضاد یین و یانگ. تائوئیسم که یک فلسفه، یک زندگی اخلاقی و یک دین محسوب میشه، جنبه‌های متعددی از زندگی روزمره به خصوص پزشکی چینی و معماری فنگشوی رو در بر میگیره. شاید یکی از جالب توجه ترین جنبه های چین نوین به هنگام دیدار از شهری مانند لانسو انسجام درونی این تمدن 4000 ساله باشه. دیروز تجاوز و تعدی استعمارگرانه اروپا به دنبال اون کمونیسم و اکنون متلاشی شدن توسط سرمایه‌داری. در چین حال و هوای حکومت تغییر میکنه، اما اصول همچنان به قوت خود باقی هن. ما هنوز باید به بررسی یکی از مشهورترین جنبه‌های فرهنگی در لانسو بپردازیم که در سراسر چین براش ارزش زیادی قائلن، اونم پاستاه. برخلاف اعتقاد عامه، چینی‌ها فقط برنج نمی‌خورن. در شمال چین غذای اصلی گندم یا در واقع پاستای گندمه. لطفاً یک کاسه نودل. یک کاسه نودل با گوشت گوساله. چقدر میشه؟ اگه یک کاسه نودل میخواین 7 یوان میشه. اینقدر رو اینقدر. بله. باشه، قبضشو لطفاً بدین. بفرمایید، اینم قبض شما. لطفاً برید اونجا. متشکرم. سلام. یک کاسه نودل. باشه. باشه، متشکرم. فکر کنید من حرفاشونو فهمیدم. تو این شربت جادویی چی می‌ریزین؟ تو این شربت ما فلفل سیشوان، هل قهوه‌ای و تکه‌های زنجبیل تازه می‌ریزیم و هم می‌زنیم. در چین ما این مواد رو به عنوان دارو و طعم دهنده استفاده می‌کنیم. می‌ذاریم این مواد خوب بجوشن تا یه سوپ درست بشه. این غذا و دارویی خالص و طبیعیه. اینا داروهای چینی هستن. در ضمن آدمو قوی می‌کنن، ها؟ بله. مثل یه ستون سنگی. نظرتون درباره این مطلب چیه که یکی از کارمندان امپراتور که به عنوان مسئول جمع‌آوری مالیات نمک در اینجا کار میکرد، دستور تهیه این سوپ رو دزدید و اونو به ونیز برد؟ البته منظورم مارکوپولوه. تصور نمی کنم مسئله زیاد جدی باشه. فرهنگ نودل حد و مرزی نداره. به جای این حرفا ما از خوردنش لذت میبریم. نودل های چینی مشخصات خودشونو دارن و نودل های فرانسوی هم همینطور. نودل های ایتالیایی هم خصوصیات خودشونو دارن. ما خوشحال میشیم که بتونیم این فرهنگو با هم مبادله کنیم. آقای مارجون که یک بازرگان ثروتمنده، یک زنجیره فست فود در سرتاسر چین ایجاد کرده که غذای اصلیش نودله. شعبه هایی از اون حتی در همسایگان چین و در بعضی از شهرهای آمریکای شمالی هم دایر شده.
بیشتر از 400 تا رستوران رو طی مدت 4 سال تأسیس کردید. این خارق العاده است. این شکوفایی تجاری رو چطور توجیه می‌کنید؟ در ابتدا دونگ فنگ گانگ طی 3 نسل از اجدادمون به ما به ارث رسید. این برند 17 سال پیش به وجود اومد، اما دانش فنی اجداد ما 100 سال قدمت داره. طی 13 سال اول ما وقت خودمون رو صرف جمع‌آوری اطلاعات، آموختن تجربه و همینطور مهارت‌های اداری و مدیریتی کردیم. بعد 4 سال رو هم با ایجاد 410 رستوران گذروندیم. این روزها مردم ساعت بیشتری از روز رو کار میکنن و واقعاً وقت ندارن توی خونه هاشون غذا بپزن. بنابراین چاره دیگه ای ندارن. عمدتاً خارج از خونه غذا میخورن. این شرایط برای زنجیره‌های فست فود خیلی سودآوره. بین خودمون بمونه، آیا چینی ها از موقعیت مالی خوبی برخوردار هستن؟ آیا اونا کارهای تجاری رو دوست دارن؟ چینی ها از عهد عتیق به کارهای تجاری عادت داشتن. چین در گذشته یک کشور زراعی بود. همسایگان ما بین خودشون کالاهای مختلفی رو مبادله می کردن. معاملات تهاتوری و پایاپای قدیمی ترین شیوه تجارت بوده. این موضوع اصلی تجارته. چینی ها به طور اخص از تجارت و بازرگانی بهره‌مند می شدن. اونا دوست دارن فعالیت های خودشون رو گسترش بدن. این روزا در 4 گوشه جهان چینی ها مشغول تجارت هستن. من در طول سفرم همواره با مشاهده چینی ها تکنیک های غذا خوردن خودم رو کامل کردم. باید خیلی خیلی محکم هورت بکشی تا غذات خنک بشه و بعدم سوپ رو با این چوبا بخوری که اصلا کار آسونی نیست. خب هنوز باید بیشتر پیشرفت کنم، اما دیگه چیزی نمونده، حسابی یاد بگیرم. خب این کار چطوری انجام میشه؟ اینطوری. حتی اسکای اتوبوس هم پیش رفتن. افراد زیادی اینجا. فکر میکردم شروع باشه. خنده داره، آدم پولو به یه ماشین پرداخت میکنه و در باز میشه. مقامات مسئول برای مبارزه با آلودگی هوا مشغول ساختن یه شبکه کامل حمل و نقل عمومی هستند. تراموها، مترو، دوچرخه و البته موتورهای برقی که همه جا حاضرند. چین تمام تلاش خودشو در جهت قطع وابستگی به بنزین انجام میده. در لانسو یه بار دیگه برای رفتن به بازار اتوبوس سوار میشم. هنگامی که جاده ابریشم آغاز به کار کرد، مورخان اینجا رو شهر طلایی نامیدن. سلسله هان دیوار عظیم چین رو صرفاً برای محافظت از این شهر ساخت. یوکان ستاره راک توی یکی از چندین مجتمع آپارتمانی مدرنی زندگی میکنه که در مجاورت این شهر مثل قارچ از زمین سر در آوردن و در یک چشم هم زدن ساخته میشن. البته در سایر قسمت‌های این کشور هم همینطوره. یوکان به عنوان یک هنرمند و خواننده در مقایسه با اکثر چینی‌ها آزادی بیان بیشتری داره. گروه راک او که دیکو آی نام داره صدها هزار سی دی میفروشه، اما آثار او ده ها میلیون بار به طرز غیر قانونی کپی میشن. خب شما اهل لیکیانید، یعنی روسایی که ممکنه ساکنانش از اعقاب سربازان گمشده کراسوس باشن. آیا این اصل و ریشه روی موسیقی شما اثرگذار هست؟ بله، تأثیر زیادی داره. چون من اینجا بزرگ شدم، به گذشته و تاریخ اون علاقه مندم. مردم از من میپرسن چرا تو شبیه بقیه اهالی شهر نیستی؟ چطور ریشای تو قهوه‌ای و موهات فرفریه؟ بنابراین این مسئله از بچگی توجه منو به خودش جلب کرده و بیشتر روی کشفیات موسیقی من تأثیر داشته. احساس میکنم بخشی از این تاریخ تو خون منه. به نظرم این مسئله اسرارآمیزه. من به فرهنگ اسرارآمیز محل تولدم علاقه‌مندم. بنابراین همچنان به آموختن، فکر کردن، نگاه کردن و گوش دادن ادامه میدم. چه عاملی باعث شد شما موسیقی دان بشید؟ چطور تونستید توی چین مقام اول رو کسب کنید؟ من توی دانشگاه روزنامه نگاری میخوندم و بعد از فارغ التحصیلی روزنامه نگار شدم. توی دانشگاه با دوستان موزیک میساختیم. خلاصه همونطور که گفتم فارغ التحصیل شدم و به عنوان یه روزنامه نگار کارم رو شروع کردم. اما در نهایت فکر کردم باید کاری پیدا کنم که با گرایشات من سازگارتر باشه.
کار من این امکانو برام فراهم میکرد که نظرمو درباره دنیا و درباره جامعه ابراز کنم. اما میدونید وقتی به عنوان یه روزنامه‌نگار کار میکنی شرایط همیشه خوب نیست. آدم همیشه حقیقتو نمیگه. به همین دلیل تصمیم گرفتم برای بیان و ابراز خودم به موسیقی روی بیارم. و قبل از جاده ابریشم جدید که اینترنت هنوز چندان گسترش نیافته بود، چطور بچه‌ای که تو روستایی در اعماق چین بزرگ شده میتونست به اینترنت و گروه‌های مختلف موسیقی دسترسی پیدا کنه؟ تو نسل جوان ما چینیا موسیقی راک و ما از طریق کاست‌هایی شناختیم که فقط صدا داشتن. وقتی این کاست‌ها کهنه شدن و در غرب اونها رو کنار گذاشتن، از گمرک گذشتن و تو چین کپی شدن. کاست‌هایی که خیلی صدمه دیده بودن به هم چسبیده بودن. تمام اطلاعات ما از موسیقی غربی از کاست‌های صدا به دست میاد. البته این مرحله اول بود. در مرحله دوم وقتی اینترنت گسترش پیدا کرد تونستیم به صورت آنلاین موسیقی رو دانلود کنیم. تو چین موسیقی به طرزی غیر قانونی کپی میشه. لیکیان، چین، لانسو، کینچن. چینی ها هیچ تردیدی درباره از بین بردن تمام آثار و نشانهای گذشته ندارن، چون چیزهای عظیمتری میسازن. اما در استان گنسو مقامات خواستار حفظ چیزی هستن که اونو یک روستای خاطر انگیز مینامن. به این ترتیب شهر کوچک کینچنگ دست نخورده باقی موند و حتی تعمیر و ترمیم شد تا به نسلهای آینده نشون بدن اجدادشون چگونه زندگی میکردن. این مردان که چینکی بازی میکنن یا همون شطرنج چینی، روستاییان اصیلن. اونا در واقع در یک نوع موزه روباز زندگی میکنن. در چینکی زمان به کندی میگذره، شهری که به کنسرواتوار آیین‌های کنفوسیوسی چین جاودانه تبدیل شده. روستا در راستای سیاست‌های کلی تعاون و کارهای دست جمعی فعالیت میکنه و در اون کار و تفریح و اوقات فراغت در میان ساکنان به تساوی توزیع میشه. آفرین. در کینچنگ فقط پینگ پونگ وجود نداره. این روستا دارای یه آکادمی بسیار قدیمی کنفوسیوسه که هم معبد و هم مدرسه و در اون اندیشه‌های حکیم معروف کونگزی یا استاد کونگ تدریس میشه. مکتب کنفوسیوس که به مکتب آلمانه هم معروفه، بدون تردید اندیشه اساسی و محوریه که بخشی از فرهنگ و جامعه چین رو تشکیل میده. اساس این مکتب رو به طور اخص احترام به نظام و مقررات مدون، پاکیزگی و پارسایی و ایجاد تعادل و هماهنگی تشکیل میده. اگرچه در دوران انقلاب فرهنگی ماو تسه‌تونگ مکتب کنفوسیوس مورد انتقاد قرار گرفت، رژیم کنونی که هنوزم رسما یک رژیم کمونیستیه از اون مسیر گذشته منحرف شده و به حفظ و ارتقای میراث کنفوسیوس میپردازه که نتایج ابقا و تثبیت اون رو میشه در کشوری با جمعیت 1.3 میلیارد نفر مشاهده کرد.